بینندگان برنامه کیوسک تلویزیون آریان، سلام و درود دوباره من رو پذیرا باشید. همونطور که در بخش اول برنامه به اطلاعتون رسوندم، 21مین کنفرانس سالانه، مجمع عمومی سالانه کنگره ملی کردستان در کشور هلند در حال برگزاری امروز در سومین روز کاری کنگره هست. کنگره ملی کردستان یکی از مراکز دیپلماتیک خلق کرد هست که در اروپا وظیفه رساندن صدای مردمان کردستان به گوش جهانیان رو بر عهده داره. همونطور که گفتم یکی از مراکز دیپلماتیک و یکی از مراکز مهم، شاید بشه گفت یکی از دستاوردهای خلق کرده، که امیدوارند خلق کرد روزی این کنگره ملی کردستان در شهرهای مختلف چهار بخش کردستان برگزار بشه. هم اکنون هم عبدالله حجاب، ناظر و تحلیلگر سیاسی، عضو کنگره ملی کردستان، مستقیم از محل برگزاری کنفرانس با ما هستند. جناب حجاب، خوش آمد میگم به شما. با درود و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز آریان تیوی. جناب حجاب، 21مین مجمع عمومی کنگره ملی کردستان در حالی برگزار میشه که از یک طرف در شرق کردستان شاهد این هستیم که مردم در یک خیزش سراسری اند و از طرف دیگه در روژاوای کردستان شاهد تهدیدهای رژیم ترکیه علیه فدراسیون شمال و شرق سوریه هستیم. شما از حال و هوای کنگره و نظرات مشارک افرادی که در این کنگره شرکت دارند در مورد تهدیدها و فرصتهای پیش روی هر دو بخش کردستان برای ما بگید. بدون تردید جلسات کردی و مخصوصا مجمع عمومی کنگره ملی کردستان نمیتونه جدا یا ورای وضعیت سیاسی و تهدیدهایی که امروز مردم کردستان و خاط کردستان را تهدید میکنند باشه. به طور کلی جبه حاکم بر کنگره همون جبه سیاسی کردستان و همون اوضاع احوالیه که در حال حاضر در تمام بخشای کردستان حاکمه و اعضای کنگره که از بخشای مختلف کردستان و از فعالین سیاسی کرد خارج از کشور یا خارج نشین تشکیل شدن، بدون تردید دغدغه اصلیشان و بحث‌های اصلی کنگره همون وضعیتی که در کردستان بوده. در وضعیت کنونی ما دو محور اصلی سیاست کردی رو تعقیب می‌کنیم که اولین و مهمترینشون همون انقلاب یا جبه انقلابی که در شرق کردستان حاکمه و انقلاب ژن، شیان آزادی، زن، زندگی آزادی طبیعیه که در دستور جلسه کنگره باشه و بحث‌های گرمی در این باره داشتیم. دومین مسئله که بسیار مهمه، مسئله تهدیدهای نظامی ترکیه و بمباران‌های روزانه ارتش فاشیست ترکیه علیه مردم کردستان، علیه پایه‌های اقتصادی و پایه‌های در واقع اجتماعی جامعه روژاوا و شمال شرق سوریه و حملات نظامی ترکیه به بخشی از جنوب کردستانه. طبیعیه که این دو موضوع موضوعهای بسیار داغ هستند و در کنار این مسائل، در کنار این موضوعها، طبیعیه که وضعیت سیاسی حاکم در شمال کردستان، در ترکیه و در جنوب کردستان، تحولات سیاسی عراق، تهدیدهای رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی علیه مردم جنوب کردستان، علیه احزاب سیاسی کرد، نیروهای سیاسی کرد، در مجموع بحثایی بودند که در این سه روز در کنگره حاکم بودند. جناب حجاب، یکی از آرزوهای دیرینه، شاید بشه گفت یکی از ضروریات و الان به ویژه در مورد شرق کردستان یکی از فوریات این هست که احزاب، جریانات سیاسی، سازمانهای مختلف، اینها در پلتفرم مشترکی گرده هم بیان، صدای مشترکی رو به جهان خارج داشته باشند. تا چه حد در این 21مین کنفرانس کنگره ملی کردستان صداهای مختلف احزاب و جریانات کردی حاضر در کنگره به هم نزدیک شد؟ طبیعی است که یک روند سیاسی نیاز به دیالوگ، نیاز به گفتگو و حاکم کردن یک گفتمان سیاسی که در آن طرفین بتونن به توافق برسن نیاز اصلی است.
در این 21 سالی که کنگره ملی کردستان فعال بوده همیشه سعی کرده که به عنوان یک پل ارتباطی بین نیروهای سیاسی کرد در بخش‌های مختلف کردستان کار بکنه. ما در شرق کردستان نیروهایی داریم که در میدان عمل فعالند، پایگاه مردمی دارند و در کنگره ملی حضور ندارند. نیروهایی هم داریم که فعالند و پایگاه مردمی دارند و در کنگره ملی حضور دارند. طبیعیه که هم نیروهایی که در کنگره حضور دارند هم نیروهایی که عضو کنگره نیستند و در کنگره حاضر نیستند در ماهای اخیر ثابت کردند که دغدغه فکریشون، دغدغه سیاسیشون یکیه و اون انقلابیه که در حال حاضر در شرق کردستان و در سراسر ایران در حال شکل گیریه و ما نشانه های آن را به طور بسیار قوی در کردستان میبینیم. نیروهای سیاسی که علارغم این که در یک جبهه واحد هم نباشند ولی جبهه بندی یا در واقع موضع‌گیری سیاسی واحدی داشتند. طبیعی است که ما هم در پلتفرم کنگره ملی کردستان و در بحث‌های دیگه‌ای که خارج از کنگره هم در جریان است سعی می‌کنیم که این نیروهای سیاسی فعال در نیروهای انقلابی حاضر در صحنه مبارزات سیاسی کردستان سعی کنند که در یک پلتفرم مشترک همکاری کنند و برنامه‌ای رو تنظیم کنند که مشمول بشه، در برگیرنده باشه، بتونه تمام نیروها دور یک برنامه سیاسی یا حداقل برنامه عمل جمع کنه. این بدان معنا نیست که تمام نیروها در یک جبهه واحد میتونن شکل بگیرن یا در واقع میتونن با همدیگه همکاری کنن، ولی به نظر من یکی از دستاوردهایی که در چند ماه اخیر مردم کردستان در نیروهای سیاسی شرق کردستان شاهدش بودند و ما هم شاهدش بودیم اینه که نیروها به صورت هماهنگ کار میکنند. به این معنا که اون اختلافاتی که بوده و اون اختلافاتی که میتونه در آینده هم باشه در واقع کم رنگتر شده و یک جبه مثبتی بر فضای سیاسی کردستان حاکم شده که این جبه تاثیر هم گذاشته بر روابط بین احزاب سیاسی. هدف ما اینه که سعی کنیم یک پل ارتباطی برقرار کنیم بین نیروهایی که در کنگره و در مجموع کنگره حضور دارند و نیروهایی که جزوی از مجموعه یا زیر مجموعه های کنگره ملی نیستند ولی در صحنه فعالیت های سیاسی کردستان با نفوذند و طبیعیه که این نیروها با همدیگه همکاری و حداقل در یک جهت مشخص و در یک جهت به سوی هماهنگی بیشتر گام بردارن. شما اشاره داشتید به این که هستن نیروها، جریانها، احزاب سیاسی که در شرق کردستان پایگاه اجتماعی دارند، در سپهر سیاسی شرق کردستان فعالند، اما در کنگره ملی کردستان حاضر نیستند. آیا کنگره ملی کردستان در دستور کار خودش برنامه ریزی رو انجام داده برای اینکه اون احزاب و جریانات رو هم در مجموعی خودش فعال کنه؟ ما باید خیلی واقع بینانه به این مسئله نگاه کنیم. در سالهای گذشته کنگره ملی سعی کرده و گامهای عملی رو هم برداشته برای اینکه یه هماهنگی ایجاد کنه و سعی کنه که این نیروها رو متفاوت کنه که جای گرفتن در یک پلتفرم مشترک میتونه به نفع تمام احزاب سیاسی و در صدر آنها به نفع جنبش انقلابی کردستان باشه. ولی خوب نیروهای سیاسی که حدود 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال فعالیت سیاسی کردن انتظاراتی رو دارن که شاید در حال حاضر در مجموع کنگره ملی کردستان حداقل تا به امروز برایشون قابل دسترسی یا در واقع قابل هضم نباشه. این بدان معنا نیست که این ور یا آن جهت سیاسی راهی رو انتخاب کردن که شاید راه رسیدن به اهداف مشترک نباشه، به هیچ وجه به این معنا نیست، ولی روندهای سیاسی نیاز به گفتگوی بیشتر دارن و نیاز به ایجاد زمینه‌ای برای یک گفتمان سیاسی مشمول و درگیرنده دارن. به این خاطر من مطمئن هستم که در آینده دیالوگ یا گفتگوی یا گفتمان سیاسی بین نیروهای کرد میتونه وسیع‌تر بشه، میتونه بیشتر جاذبه داشته باشه و این نیروها بتونن یا در مجموعی با عنوان یک کنگره ملی یا در چارچوب دیگری بتونن همکاری عملی داشته باشن
و نیروهایی که در کنگره حضور دارن، نیروهایی که در کنگره حضور ندارن، میتونن یک پلتفرم سیاسی یا مشترک یا پلتفرم سیاسی موازی ولی در یک خط همسو ایجاد کنن و با هم دیگه کار کنن. در سطح وسیع‌تر، در سطح هر چهار بخش کردستان، تا چه حد احزاب و جریانات با هم همدلی یا همبستگی از خودشون نشون دادن؟ تا چند روز پیش یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در توییتی علناً گفت که از نظر اونها امنیت ترکیه و حفظ منافع ترکیه مثل حفظ منافع خودشون اون رو مد نظر دارند. آیا این پیام این فرمانده سپاه پاسداران توجه کردها رو به ویژه در پلتفرمی مثل کنگره ملی کردستان به خودش جلب کرده؟ ببینید، رژیم جمهوری اسلامی و دولت ترکیه در رابطه با مسئله کرد علی‌رغم اختلافاتی که دارن کاملا همسو گام برمی‌دارن و هدفشون یکیه، ولی تاکتیک های مختلفی به کار می‌برن در رابطه با جنبش کردستان و یا علیه جنبش کردستان. به نظر من از نظر جمهوری اسلامی، از نظر سپاه تروریست پاسداران انقلاب، هیچ فرقی بین نیروهایی که 40-50 سال در مبارزه، 40 و چند سال در مبارزه مستقیم بودن با رژیم و نیروهایی که تازه تشکیل شدن، مشخصا هیچ فرقی بین نیروهای کمله، حزب دموکرات، تشاک و دیگر نیروهای تشکیل دهنده جنبش سیاسی کردستان نیست از نظر اونها. ولی تاکتیک مبارزه اونها یا تاکتیک سرکوب آنها علیه جنبش کردستان و علیه این نیروها میتونه متفاوت باشه. هدف من از مطرح کردن این بحث اینه که یکی از پایه‌های اصلی سرکوب رژیم، یکی از پایه‌های اصلی رویکرد نظام به جنبش انقلابی کردستان، ایجاد تفرقه و جنگ روانی علیه جنبش کردستان. این که در ماه‌های اخیر ما شاهد بودیم که پایگاه‌های حزب دموکرات کمله و حزب آزادی کردستان پاک رو با درون و با موشک در هم کوبیدن، در همون حال دیدیم که این وظیفه رو شاید نیروهای ترکیه در رابطه با پژاک به عهده گرفته باشند و این نیروهای ایران به طور مستقیم به اونها حمله نکردن، شاید برای بعضی های شبهاتی رو ایجاد کنه که نه این گروه یا این نیروی سیاسی کمتر یا بیشتر برای جمهوری اسلامی خطر باشه، یا اینکه جمهوری اسلامی بخواد از این راه جو دودلی یا شکاکیت ایجاد کنه که این نیروها نسبت به هم دیگه مشکوک باشن. ولی خوشبختانه علی‌رغم این جنگ روانی رژیم، نیروهای سیاسی کرد تونستن که هماهنگ و همدل و همصدا موضع‌گیری کنند و از انقلابی که در حال شکلی هست دفاع کنند در داخل شرق کردستان و در سراسر ایران. از لحاظ سیاسی هم هماهنگ گام برداشتن. تا اونجایی که من شاهد باشم تماس‌هایی هم هست بین نیروهای سیاسی، جبهه‌های مختلف سیاسی کرد در قسمت شرقی کردستان. در همون حال می‌بینیم که راه رسیدن به یک توافق نهایی شاید طولانی تر باشه، ولی جوی که حالا حاکمه، اتمسفری که حالا ما در جنبش انقلابی کردستان در شرق کردستان میبینیم بسیار مثبت‌تر و امیدوار کننده تر است نسبت به گذشته. بسیار عالی. جناب عبدالله حجاب، ناظر و تحلیلگر سیاسی، عضو کنگره ملی کردستان، متشکرم از محل برگزاری 21مین کنفرانس مجمع عمومی سالانه کنگره ملی کردستان با ما بودید. مؤید باشید. با درود و آرزوی موفقیت برای شما.
مردمان ایران از بلوچستان تا آذربایجان، از مشهد و خراسان تا تهران و شیراز و اصفهان و اهواز و تا کردستان این روزها در تکاپو هستند تا فاز جدیدی از خیزش جنجیان آزادی، زن زندگی آزادی، خیزش انقلابی که هدف اون رو در شعار مرگ بر دیکتاتور تجلی پیدا کرده به ثمر بنشونن. در این بین دانشجویان، جنبش دانشجویی هم با توجه به این که اندک اندک داریم طی سه روز آینده به روز 16 آذر روز دانشجو در ایران نزدیک میشیم، در وضعیت ویژه قرار گرفته. برای بحث و گفتگو در مورد وضعیت اکنونی جنبش دانشجویی ایران، مجتبی هاشمی، تحلیلگر سیاسی روی خط اسکایپ، مهمان این ویژه برنامه هستند. جناب هاشمی، خوش آمد میگم به شما. درود بر شما. جناب خدمت همه تماشاگران، ممنون. جناب هاشمی، خبرها حاکی از اونه که شاید بیش از 1000 دانشجو در ایران در 4 دانشگاه توسط غذایی که در دانشگاه بهشون داده شده مسموم شدن. رژیم، دستگاه سرکوب رژیمی چقدر باید به فلاکت افتاده باشه که به این حربه رو بیاره؟ خب ببینید، بحثی که در هفته گذشته اتفاق افتاد راجع به مسمومیت دانشجویان بحث بسیار جدی هست. یعنی حماقت مسئولین و حماقت جمهوری اسلامی تا این حد پیش رفته که فکر میکنه اگر فرض مثال 1000 دانشجو رو در 4 دانشگاه مهم مسموم بکنه میتونه جلوگیری بکنه از ادامه اعتراضات در دانشگاه. گرچه در گذشته در همین اعتراضات اخیر تعداد زیادی از دانشجویان کشته شدند و این دانشگاه ها رو جریتر کرد و خروش دانشگاه رو پررنگتر کرد در عرصه اعتراضات، و حکومت با وجود اینکه تمام این حربه ها رو دیده و ممنوع ورود کردن دانشجوها رو، از خوابگاه اخراج کردن، تعلیق کردن از دانشگاه، اساتیدی که همراهی کردن رو اخراج کردن، باز همه این حربه ها به نتیجه نرسیده و حالا چنین حماقت بی‌نظیری از جمهوری اسلامی واقعا در نوع خودش شگفت‌انگیزه که بیاد و 300 دانشجو رو در اصفهان مسموم بکنه. اکثر این دانشجوها در خوابگاه هستن. من اطلاعاتی که گرفتم از این دانشجوها، بسیارشون به بیمارستان مراجعه نکردن و آمار 1200 تایی که از شورای صنفی دانشجویان ایران منتشر شده بدون احتساب دانشجویانی هستش که در خوابگاه موندن یا به منزلشون مراجعه کردن، و این صرفا کسانی است که به بیمارستان منتقل شدن و حالشون خیلی خراب بوده. یعنی تعداد بسیار بالاتر از این آماری هستش که ارائه شده در عراق، در دانشگاه علامه، در دانشگاه خارزمی. در دانشگاه خارزمی کرج 160 نفر با حال بسیار بدی وارد بیمارستان شدن. یعنی اگر شاید چند ساعت دیرتر به بیمارستان منتقل می شدن به دلیل شرایطی که داشتن، ممکن بود فاجعه بسیار بزرگتری اتفاق بیفته. و متاسفانه از این حربه های جمهوری اسلامی طی این 70-80 روز کم نبوده که باعث آشکار شدن نیت پلید جمهوری اسلامی شد. جناب هاشمی، مسموم کردن این دانشجویان چه رابطه ای آیا میتونه داشته باشه با اینکه در روز چهارشنبه روز دانشجو در ایران هست؟ ببینید، من ابتدا باورم نمیشد این کار رو جمهوری اسلامی کرده. یعنی تا این حد از حماقت رو باورم نمیشد. با دوستانی که در دانشگاه‌های مختلف داشتم که صحبت کردم، بعد متوجه شدم که اساساً این یک عملیات بوده. یعنی طی یک هفته گذشته، حالا در دفعات متفاوتی و متعددی، دانشجویان رو مسموم میکنن و علارغم اینکه شوراهای صنفی اعتراض میکنن، علارغم اینکه دانشجویان تجمع کردن در دانشگاه خارزمی، در دانشگاه اصفهان، در دانشگاه عراق و دانشگاه علامه، مسئولین صرفا گفتن که این ممکنه ویروسی باشه و میکروب در واقع وارد غذای سلف شده باشه، در صورتی که این سابقه نداشته. یعنی شاید بگم 10 سال گذشته این تعداد دانشجو در
تمام کشور مسموم نشدن از غذای صرف که در این یک هفته اخیر مسموم شدن، و این باعث شده که این شبهه تقویت بشه که جمهوری اسلامی واقعا چنین حماقتی کرده و با استفاده از این حربه خواسته که فرض مثال 16 آذر رو کمرنگ کنه یا تجمع دانشجویان رو پایان بده. الان دانشجویان چه چشمندازی رو پیش روی خودشون میبینند؟ جمهوری اسلامی که از کشتار جمعی شاید 1000 دانشجو اصلا هیچ اخم به ابروش نیاره، اون دانشجویان باید چه جوابی به این وضعیت داشته باشن؟ ببینید، بحث کشتار، حکومت هر چقدر جریتر بخواد عمل بکنه، ما در واقعه آبان 98 دیدیم که ظرف 4 روز حکومت 1500 نفر رو قتل عام کرد. در این اعتراضات با نزدیک به 80 روز تعداد کشته ها تقریبا طبق اعلامی که کردن یه چیزی حدود 500 نفر هست، و نکته اصلی این هستش که با این آمار حکومت فهمیده که هر چقدر این سرکوب شدیدتر باشه مردم مصممتر میشن و دانشگاه ها و دانشجویان دیگه خاموش نمیشن. این انقلابی که الان ما در ایران میبینیم، ما حاصل 70-80 روز گذشته یا بعد از قتل مهسا امینی و نیکا شاکرمی و سارینا و آیلار حقی و نسرین قادری و اینها نبوده، این یک بستری فراهم شده. طی دهه ها مردم و دانشگاهیان به ویژه نسل جوان، اونهایی که تونستن با پیشرفت و با تکنولوژی ارتباط بگیرن، به این نتیجه رسیدن که ایدئولوژی جمهوری اسلامی پوسیده است و این ایدئولوژی شکست خورده در جامعه. پس ما یک انقلاب فرهنگی رو بیش از این انقلابی که الان در بستر جامعه در حال وقوع هست داشتیم. این انقلاب فرهنگی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی رد شده. حالا جمهوری اسلامی هر کاری هم انجام بده نمیتونه این اعتراضات رو خاموش بکنه، به این جهت که این سبقه قبلی داره و جمهوری اسلامی 10 سال پیش نشنید، 20 سال پیش نشنید صدای انقلاب مردم رو، و الان که مردم در خیابان هستن این سیل رو نمیشه با گلوله و با مسموم کردن دانشجویان و با بازداشت نزدیک به 30,000 نفر در پوتن لو رفته خبرگزاری امنیتی فارس، ما دیدیم نزدیک به 30,000 نفر کشته، 30,000 نفر بازداشت شدن و تعداد کشته ها بیش از کشته های آبان اعلام شده، و اینها نکاتی هستش که متاسفانه جمهوری اسلامی گوش شنوایی برای این حرفا نداره و خودش میدونه که هرچه تقلای بیشتری بکنه شاید صرفا چند روز به عمر خودش اضافه بکنه و نمیتونه ادامه بده این شیوه حکومت رو، و این پشتوانه مردمی از بین نمیره با هیچ ترفندی. بسیار خوب، مشتبه هاشمی تحلیلگر سیاسی، معتقدید که پشتوانی مردمی خیزش زن زندگی آزادی با گلوله و مسموم کردن از بین نمیره؟ متشکرم از اینکه در این ویژه برنامه با ما بودید. مؤید باشید. اکنون هم در این ویژه برنامه کیوسک میزبان جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر هستیم. جناب عباسی، خوش آمد میگم به شما. سلام به شما. جناب عباسی، سردار پاسدار محمد رضا نقدی، معاونت هماهنگ کننده سپاه پاسداران، گفته که مشکلات مردم معیشتی و اقتصادیه، اما در اعتراضات و در خیزش مردم صدای شعار اقتصادی نبود. آیا در 10 سال گذشته مردم کم به مسئله معیشتشون معترض بودند که الان این سردار نقدی معلوم الحال حرف مردم رو شنیده؟ ببینید، اساساً پایه
این جنبشی که الان وجود داره جنبش زن زندگی آزادی هست، جنبشی که جمهوری اسلامی هیچ گونه پاسخی در برابرش نداره. یعنی مثل مسائل معیشتی نمیتونه حتی بگه که یک سری وعده بده و بگه مثلا در آینده فلان مسئله رو حل میکنم. به همین دلیل سعی میکنن که این مسئله رو حالا به قولی منحرفش کنن. البته اما اینم باید حتما اشاره کنم که جنبشی که امروز در ایران وجود داره، از شرق تا غرب ایران، از شمال تا جنوب ایران، یک نه تنها خواست رهایی زن و آزادی زن رو دنبال میکنه، بلکه همون مسائل معیشتی که بیس زندگی مردم هست رو هم شامل میشه. ما الان داریم که برای فراخوان‌هایی که اتفاقا همه گروه‌های سیاسی یک به قولی توافق نانوشته‌ای دارن در موردش برای 14، 15 و 16 آذر ماه، ما داریم که فقر فساد گرانی میریم تا سرنگونی، یکی از شعارهای اصلیش هست در کنار جنبش زن زندگی آزادی. و به قول این تلاش‌های بیهوده‌ای هست که حالا این از سردرگمی سران نظام هم ناشی میشه که میخوان به هر ترتیب که میتونن یک جوری حالا ولو شده خیلی اندک یک بخشی از اعتراضات رو کنترل کنن یا منحرف کنن و به قول راه به جایی نخواهند برد. میتونه باید اینو اضافه کنم که مردم در حال حاضر هیچ راهی به غیر از تغییر وضعیت موجود و به غیر از انقلاب پیش روی خودشون نمیبینن. راهی هست که بی برگشته، چرا؟ چون جمهوری اسلامی یک حکومت خودسر، یک حکومت غیر پاسخگو و یک حکومتی است که اساساً پتانسیل این مسئله رو نداره که بتونه مطالبات مردم رو جواب بده. جناب توللی، دیروز رئیسی و قالیباف اینها در دو اظهار نظر جداگانه گفتند که قانون اساسی تغییر ناپذیره. آیا این به نحوی از آنها همون صحبت شما نیست که بایستی مردم از جمهوری اسلامی عبور کنند با یک انقلاب سیاسی؟ چون اونها ظاهرا نمیخواند حرف مردم رو بشنوند. ببینید، قانون اساسی شالوده اساسیش اون اصل ولایت فقیه هست، اصل نظارت استصوابی هست. این هاست که باید حذف بشه و اون چیزی که اینها در طول تمام این دهه ها و سال ها بهش استناد کردن که ولی فقیه یک وجهه قانونی هم داره، حکومت استبدادی که وجود داره رو یک رنگ و لعاب قانونی بهش بدن، همین اصول بوده و میدونن که اگر این قانون اساسی قرار باشه بررسی بشه و قرار باشه که رأی گذاشته بشه یا به هر شکلی تغییر کنه، یکی از اصولی که باید حذف بشه همین مسئله ولایت فقیه و جایگاه خامنه ای هست که باید حذف بشه در این زمینه. از طرف دیگه اینها مجبورن اگر بخوان که قانون اساسی رو عوض کنن، مجبورن که یک سری مطالبات مدرن و یک سری حالا مطالبات منطبق بر موازین بشر، حقوق اساسی و حقوق بنیادین شهروندان ایرانی در اون قانون لحاظ کنن و تمام وجه اسلامیش رو از بین ببرن. یعنی قانون و علم حقوق یک مسئله است، من حقوقدان نیستم اما تا جایی که اطلاع دارم یک مسئله است و اسلام و شرع خب یک مسئله جداست. اینها آمدن در طول تمام این سالها و این دهها از ابتدای اون تصمیم اساسی مسئله شرع و گناه و مسئله حقوق قاطی کردن، یک ابهام اساسی ایجاد کردن در قانون اساسی. ما در قانون اساسی مثلا اصلی داریم، اصل آزادی تشکیل اجتماعات. خب این اصلی است که در تمام قوانین اساسی اکثر کشورهای دنیا تقریبا به رسمیت شناخته شد، اما یک بندی در ادامه داره که تشکیل اجتماعات در طبق همین اصل قانون اساسی میگه تشکیل اجتماعات کاملا مجازه و نیاز به مجوز نداره مگر اینکه مخل مبانی اسلامی باشه. خب ما باید اینجا اگر بخوان که بررسی کنن باید این یک بررسی دقیق و خوبی انجام بشه و این وجه بخوام آلودش که همون شرع و اسلام هست از این قانون حذف بشه. مسلمه که جمهوری اسلامی موجودیتش بر همون ابهام و بر همون قوانین شرعی که حالا از ماوراء الطبیعه و یک سری خرافات رسوب کرده و این موارد ناشی میشه
بقول این تن نمیده به تغییر این قانون. جناب توللی، فراخوان‌ها اشاره داشتید به فراخوان‌هایی که برای روزهای 14، 15، 16 یعنی از امروز فردا پس فردا تا روز دانشجو در ایران داده شده. چقدر این فراخوان‌ها این پتانسیل رو دارن که دوباره جان تازه‌ای در کالبد خیزش بدمند؟ و خصوصا در مورد جنبش دانشجویی می‌خواستم بپرسم، آیا دانشجویان الان تحلیل واقع بینانه‌ای میتونن داشته باشند و یا واکنش واقع بینانه‌ای به وضعیتی که هست با توجه به اینکه صدها دانشجو دستگیر شدن؟ ببینید، اول من عرض کنم که اعتراضات کاملا زنده است در ایران و این جنبش کاملا زنده است. این فراخوان‌ها ببینید در شرایطی داده میشه که جمهوری اسلامی در طول این 43 سال تمام اون احزاب، گروه های سیاسی، به صورت کلی جامعه مدنی ایران رو زیر ضرب گرفته و سرکوب کرده و اجازه نداده حتی یک NGO مستقل از خودش وجود داشته باشه و مردمی که امروز با این شرایط آمدن در خیابان و این اعتراض رو به هر شکل، از دیوار نویسی، از تجمع، از به قولی پایین کشیدن بنرهای حکومتی، از هر طریقی دارن پیش میبرن، از دل یک سرکوب وحشتناک چندین دهه‌ای آمدند و این به نظر من اعتراضات زنده هست. این فراخوان ها ببینید، حکومت تو سرکوبی که دهه 60 انجام داد باعث شد که جامعه چند گام به عقب بره، با اون سرکوب خونی که انجام داد جامعه رو مرعوب کرد. این جامعه به مرور در دهه 70، 80 و 90 شمسی با محافظه‌کاری که حالا اون نگرانی به قولی ضد آرمانی که براش ایجاد شده بود تونست دوباره جان بگیره، حتی خودش رو در سعی کرد با اون عوام فریبی حکومتی جریان اصلاحات تعریف کنه، حتی بخش‌هایی از جامعه سعی کردن با انتخابات این نظام رو اصلاح کنن، نتونستن. در سال 88 داشتیم، اما از دهه 96 به این بر مردم چه با فراخوان چه بی فراخوان در به خیابان اومدن و به قولی این عزم جزم رو ما می‌بینیم که قراره که این وضعیت موجود رو عوض کنن. امروز مردم ایران هیچ راهی به غیر از اعتراضات خیابانی پیش روی خودشون نمیبینن. مشخصا از دیماه 96 اگر حساب کنیم، امروز حالا اشاره کردید به حرفای نقدی، سردار نقدی، این پاسدار، ببینید جنبش آبان 98 مشخصا یک جنبش معیشتی بود. مردم به خاطر گرانی بنزین و به خاطر اون فقر و فساد سیستماتیک حاکم به خیابان اومده بودن. از دهه 96 به این بر قراره که مردم در خیابان حضور داشته باشن و راه بی برگشتی است که مردم هیچ راهی غیر از این پیش روی خودشون نمیبینن. اما در مورد این نکته هم اضافه کنم که حالا اگر با توجه به سرکوب هایی که شده، ما آماری که داریم بیش از 18 هزار نفر چه فعال مدنی چه شهروندهای دیگه رو بازداشت کردن، تعداد صدها نفر رو کشتن، عده زیادی ناپدید شدن در کردستان، ما الان خیلی ها بازداشت یا نمیدونیم حتی کجا بازداشت شدن و خیلی ها اصلا معلوم نیست که آیا بازداشت شدن یا نه، یعنی اون کسی شاهد بازداشتشون نبوده، اینا دقیقا به صورت آدم ربایی اینا رو بردن. با این نکته رو اضافه کنیم که اگر در همچین وضعیتی اون تجمع میلیونی شکل نگرفت، مردم ایران نباید ناامید بشن از این مسئله. همین که این اراده وجود داره برای انقلاب، این اراده هست و مردم هرچند محدود به خیابان بیان، این میتونه تا جای ادامه پیدا کنه که الان جمهوری اسلامی خودش هست و فقط نیروهای سرکوبی که اطراف خودش جمع کرده و اونها اساسا مزدورن، تا جایی میتونه این مسئله پیش بره که اون نیروهای سرکوب اون توان مقابله با مردم رو نداشته باشن و به قولی فضا جوری بشه که همه جرأت کنن به خیابان بیان و اون فضای حالا تجمع میلیونی شکل بگیره. منظورم بله، خواهش. جناب توللی، امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که 4 نفر رو به اتهام همکاری با موساد اعدام کرده. همون موسادی که جمهوری اسلامی میگه اسرائیل رو نابود میکنیم و از بین میبریم، 43 سال همین حرفا رو در موردش زده. اما همین امروز رئیس جمهور بحرین، رئیس جمهور اسرائیل در بحرین، یعنی در حیات خلوت جمهوری اسلامیه. آیا اینها نشانه هایی از این نیست که جمهوری اسلامی واقعا در سیاست خارجی هم قافیه رو باخته و دیگه این ماجراجویی های منطقه‌ایش هم ممکن نیست به دادش برسه تا سرکوب رو در داخل بتونه ادامه بده؟
ببینید جمهوری اسلامی تمام آنچه که داشته رو به میدان آورده. نشستی که در سازمان ملل برگزار شد و منجر به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شد و تمام اون تجمعاتی که مردم ایران و مردم بقیه جهان علیه جمهوری اسلامی در سراسر جهان، اروپا، کانادا، آمریکا راه انداختن، نشون میده که جمهوری اسلامی عملا اون فضای بین‌المللی رو از دست داده. از طرف دیگه اشاره کردید به این اعدام ها. ببینید نهادهای امنیتی ایران یک سری نهادهای باندی و مافیایی هستند، یعنی یک انسجام امنیتی بین اینا وجود نداره. اینها برای منافع شخصیشون، این افراد امنیتی رقابت دارن مدام و این باعث میشه که از همگسیختگی زیادی داشته باشن. اینکه ادعا میشه 4 تا جاسوس اسرائیل رو گرفتن، ببینید در مورد خیلی از زندانیهای پیشین ما داشتیم که وقتی نمیتونن که کاری بکنن علیه اون ضربه‌ای که خوردن حالا از دولت خارجی، متوسل به دروغ میشن. ما در مورد کلوب ترور که اون برنامه‌ای که از تلویزیون پخش شد و در مورد دانشمندان هسته‌ای بود، شاهد بودیم که یکی از اون افرادی که شکنجه شده بود و آمد پشت تلویزیون اعتراف کرد که در اسرائیل آموزش دیده و نمیدونم از طریق سلیمانی عراق رفته اونجا، امروز زنده است، آقای مازیار ابراهیمی، و گفت که من زیر شکنجه مجبور شدم که این کارو بکنم. ببینید جمهوری اسلامی برای اینکه یک جلوی افکار عمومی و دو جلوی اون نیروهای خودش این چیزو ایجاد کنه که ما که حکومت قوی هست و میتونه اداره کنه، عمدتاً دست به این کار میزنه. معمولاً چند تا آدم بیگناه رو که حالا پشت و پناهی هم ندارن رو میگیره، شکنجه میکنه. در همون کلوب ترور که الان یکی از اعضاش هنوز یکی از همون پرونده هنوز زنده است و الان خارج از ایرانه، چند نفر رو اعدام کردن و در صورتی که همشون بیگناه بودن. در مورد نوید افکاری همینطور، در مورد هدایت عبدالله پور در کردستان همینطور، به خانواده های اون پاسدارهایی که حالا در درگیری های مرزی کشته شده بودن رو جمع کردن در زندان ارومیه و هدایت عبدالله پور رو جلوی اونها اعدام کردن، فقط بابت اینکه اون خانواده ها بگن که آره ما میتونیم اداره کنیم و قاتل رو پیدا کردیم، در صورتی که هیچ گونه روند دادرسی عادلانه‌ای در مورد این زندانی کرد طی نشده بود، در مورد خیلی از زندانی هم طی نشده بود. بسیار خوب. جناب جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، متشکرم از اینکه تحلیل خودتون رو از اوضاع سیاسی و حقوق بشری امروز ایران در اختیار ما گذاشتید. پاینده باشید. مرسی. این ویژه برنامه کیوسک را هم به یاری همکارانم تقدیمتان کردیم. در بولتن‌های خبری تلویزیون آرین، در برنامه‌های متنوع این تلویزیون، صدای خیزش انقلابی زن زندگی آزادی را به شما بینندگانمون می‌رسونیم. تا فردا و کیوسکی دیگر.